نمیشه یک عامل رو به تنهایی مسبب اصلی شرایط دریاچه ارومیه دونست. واقعا آمار و ارقام نشون میده که روند بارش در حوزه حافظ دریاچه ارومیه روند نزولی بوده در طول تقریبا میشه گفت 1.5 دهه اخیر، 15 سال گذشته یک روند نزولی در سطح حوزه حافظ وجود داشته در وضعیت بارش، که حالا در نموداری که در تصویر مشاهده هست، در نموداری که من ارائه میکنم، در واقع این روند مشخصه. یعنی متوسط بارش حوزه حافظ دریاچه ارومیه 76 میلیمتر در طول این 15 سال کاهش داشته. یعنی از 15 سال پیش پس این مسئله مشهود بوده. بله، در واقع آمار و ارقام و نمودارها نشون میده که در واقع دریاچه ارومیه بیشترین تراز آبی خودش رو در سال 1374 و 75 تجربه کرده، که تراز آبی 1277.69 متر از سطح دریاهای آزاد بوده. اما همینطور که در این نمودار مشخص هست، بعد از اون یک روند نزولی اتفاق افتاده که تا همکنون هم ادامه داره. در یک دوره خیلی کوتاهی شروع به احیا کرد، اما مجدداً در واقع این کاهش ادامه پیدا کرد و این شرایط در واقع نشون دهنده روند نزولی دریاچه ارومیه است. محاسبه‌ای که یک سال و نیم پیش سازمان محیط زیست با کمک وزارت نیرو انجام داد، مجموع عواملی که در قالب عوامل طبیعی بودند من جمله خشکسالی علتش رو 67% مشکل دریاچه ارومیه عنوان شد و مجموع فعالیت‌های انسانی من جمله سدسازی، بهره‌برداری‌های مستقیم و برداشت‌های مجاز و غیر مجازی که مستقیم از منابع آب سطحی حوزه انجام میشه 33% در واقع عامل بوده. این حوزه حافظ یه حوزه حافظ بسیار بزرگه در مقیاس اینکه بخواد یک اکوسیستم تالابی رو تغذیه بکنه و سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان هم در این حوزه وجود دارن، یعنی اراضی این سه استان در اینجا قرار گرفته. بارشی که در واقع در سطح حوزه رو به کاهش داشته باعث ایجاد این فرآیند شده. در کنار این آمار نشون میده تا حدودی درجه حرارت هم در حال افزایش است در حوزه و در کنار اون نوع بارش هم داره تغییر میکنه. یعنی مجموع این عوامل ما رو داره به سمت این میبره که احتمال تغییر اقلیم رو در این حوزه آبخیز میدیم. دغدغه و نگرانی نسبت به موضوع دریاچه ارومیه در سالهای گذشته هم بوده، اما متاسفانه به دلایل مختلف در دوره‌های گذشته تصمیم جدی نسبت به یک اراده قوی برای اینکه کار بایسته‌ای برای این موضوع انجام بشه متاسفانه رخ نداده و اصلی ترین تصمیمی که گرفته شده تشکیل همین کارگروه در یک سطح بسیار عالی به ریاست های دکتر رحیمی بوده. ببینید موضوع سدها امروز من در رسانه ها در نشریات میبینم که اشاره میشه. طبق نظر کارشناسان وزارت نیرو بالاخره ما پشت سدها آبی که داریم مشخص در ماکزیموم حجم مخزن سدهایی که من آذربایجان غربی رو عرض میکنم در 13 سدی که ما در استان مورد بهره برداری قرار دادیم چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، ما در ماکزیموم حجم مخزنها 1.5 میلیارد متر مکعب میتونیم آب ذخیره بکنیم و امروز که من خدمت شما هستم ما 700 میلیون متر مکعب آب داریم که اگر فرض بگیریم ما فردا دستور بدیم کل آبهای پشت سدها رو باز بکنم به سمت دریاچه، نهایتاً 20 الی 25 سانتی متر میتونه در ارتفاع سد تأثیر بگذاره. به همین خاطر همونطوری که آقای دکتر نظری دوستم اشاره کردن، سدها و عوامل انسانی و عوامل طبیعی سهم خودش رو بسیار مشخص در گزارش های کارشناسی داره. اما جاده شهید کلانتری و پل شهید کلانتری یه بحثی بود که معادن نمک در یک سمت این جاده قرار داره و آب شیرین بیشتری از یک سمت دیگه وارد میشه. به همین خاطر طبق نظر عزیزان ما در سازمان محیط زیست و وزارت نیرو این پل و این جاده در چرخش آب دریاچه ارومیه تأثیر داشته، نه در کاهش آب دریاچه. آذربایجان شرقی یک استان صنعتی است و پس از موضوع شرایطی که پیش آمد در سالهای بعد از 83 و افتی که در تراز آبی دریاچه ارومیه رخ داد، محدودیت ها و ممنوعیت هایی را از اون زمان اعمال کردند. به این ترتیب از
شکل گرفتن صنایع آببر در این محدوده ممانعت شد و همچنین یک سری اقدامات صورت گرفت که ما بتوانیم کشت خودمون رو هم نوعش رو تغییر بدیم. پس از مطالعات و همچنین دستورات اجرایی که داده شده، ما امروز شاهد به ثمر رسیدن قریب به 30% از عملیات اجرایی در موضوع جابجایی آب از حوزه رودخانه عرس به دریاچه ارومیه هستیم. به این ترتیب که یک سد بزرگ احداث شده، سد گلفرج که در 12 فروردین ماه امسال مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت، اکنون ما در حال انجام مناقصه مربوطه به احداث 38 کیلومتر خط مربوط به انتقال آب عرس از گلفرج به هرزندات مرند هستیم که اگر از این نقطه، از نقطه هرزندات مرند اقدامات ما انجام بشه به نحوی که بتوانیم آب رو به نقطه شوردرق که ابتدای حوزه دریاچه ارومی هست برسونیم که یک فاصله 40 کیلومتری رو شامل میشه، در واقع آب از این نقطه سرازی خواهد شد به سمت دریاچه ارومیه. در مطالعاتی که انجام شده، ما قابلیت انتقال سالیانه بیش از 0.5 میلیارد متر مکعب آب رو از حوزه عرس به دریاچه ارومیه در همین طرح انتقال حوزه به حوزه پیدا خواهیم کرد که در یک فرجه زمانی 5 ساله تأمین کسری آب دریاچه ارومیه به میزان 3.1 میلیارد متر مکعب میسر خواهد شد. آذربایجان غربی 1.780 میلیارد متر مکعب آب باید به دریاچه ارسال بکنه و در قبالش 2.035 میلیارد متر مکعب هم با توجه به تولید آبی که در حوزه وجود داره که بیشترین تولید آب حدود 4 میلیارد هست که در آذربایجان غربی اتفاق افتاده، اجازه بهره برداری داره. آذربایجان شرقی 270 میلیون متر مکعب باید آب به دریاچه بفرستد و حدود 1 میلیارد متر مکعب، 1.079 میلیارد متر مکعب هم اجازه برداشت از آبهای حوزه رو دارد. و استان کردستان هم که در 10% حوزه تقریبا در استان کردستان واقع شده، ولی حجم آب تولیدی این بخش خیلی زیاده چون در ارتفاعات بارش بیشتر هست، حدود 1.5 میلیارد آب در حوزه کردستان تولید می شود که از این مقدار 585 میلیون متر مکعب رو کردستان اجازه برداشت دارد و 959 میلیون متر مکعب رو هم باید برای دریاچه ارسال بکنه. ما به این ترتیب تکلیف تأمین آب دریاچه ارومیه رو با آب موجود و حوزه بستیم، اما طرح‌های اجرایی که میاد کمک میکنه به استان‌ها که بتونن این نیاز آبی رو تأمین بکنن و در کنارش نیاز توسعه خودشون رو هم تأمین بکنن. نکته که وجود داره اینه که نسخه دریاچه ارومیه فقط یک نسخه نیست. بله بله. 24 تا طرح وجود داره، یک برنامه مصوب کارشناسی شده وجود داره. این 24 تا طرح تو همین چند روز تو دولت تصویب شده کارشناسی. این 24 تا طرح در 27-89 در جلسه ستاد اجرایی دریاچه ارومیه به تصویب رسید. این نکته رو من عرض بکنم. این ستاد از سطح بالاترین ستادهایی که در دولت تشکیل شده. علاوه بر اینکه معاون اول محترم رئیس جمهور رئیس ستاد هستند، 2 معاون دیگه رئیس جمهور در این ستاد عضو هستند و 5 تا وزیر و 3 استاندار هم در اینجا هستند. در این طرح‌ها بله باز می‌خوام برای این طرح‌ها چقدر منابع اختصاص پیدا کردید؟ ببینید، منابع پیش‌بینی شده برای مجموع این 24 تا طرح برای یک دوره در واقع 5 ساله 13200 میلیارد ریال هست. اینکه میگن 5 سال 3 سال، من بعضا توی سایت ها کامنت هایی که میذارن رو میخونم، بحث رو دارم دنبال میکنم، بعضا همه فکر میکنم ما میگیم 5 سال، ما میگیم 3 سال به خاطر اینکه میخوایم حالا یه دوره بگذرد فعلا تا ببینیم چه میشود. اما ببینید، این 5 سال و 3 سال علت علمی دارد. دریاچه ارومیه در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم ترازش 1271.11 تراز امروزه، حداقل ترازی که باید باشد و محیط زیستش زنده بماند 1274.1 متر، یعنی یه چیزی حدود 3 متر ما پایین تر از اون هستیم. با توجه به سطح دریاچه که 5000 کیلومتر مربع هست، جبران این میزان آب یعنی 15 میلیارد متر مکعب آب باید وارد دریاچه بشود تا دریاچه به حداقل شرایط محیط زیستی خودش برسد. با توجه به اینکه حوزه آبخیز در شرایط نرمال 6.8 میلیارد متر مکعب آب دارد و تازه خشکسالی هم داریم، این امکان پذیر نیست. یعنی اگه ما سال نرمال داشته باشیم در حوزه آبخیز 2 سال هیچ کس یک لیوان آب هم نخورد، باز دریاچه به اون حداقل خودش نمیرسد. علت اینکه سالها 3 سال و 5 سال و 4 سال عنوان میشه این است و اینم که قرار نیست ما صبر کنیم 3 سال دیگه اینها به نتیجه برسد. ما از اول مهر ماه امسال بر اساس تصمیمی که شورای
منطقه حوزه آبخیز دریاچه ارومیه گرفت. از اول مهر ماه امسال استان‌ها تحویل آب به دریاچه رو با کنترلی که سازمان محیط زیست بر اساس وظیفه نظارتی خودش انجام میده شروع میکنن.